درود بینندگان عزیز، 19 نویبر برنامه خبری امروز است. در استودیو با شما فیروزی هید و حالا توجه کنید به سرخط خبرهای امروز. مناسبت کارمندان زندان با محبوسان سیاسی تغییر یافته است. چرا در شهر تورسونزاده فرمان امام علی رحمان را اجرا نمی کنند؟ کمک اتحاد اروپا به کشورهای آسیای مرکزی. اداره زندانهای تاجیکستان از 16 نویبر دیداربینی محبوسان با نزدیکانشان را اجازت داد. روزهای 17 و 18 نویبر به یک ایده خانواده ها و پیوندان محبوسان سیاسی میسر شد که با نزدیکان زندانی خود ملاقات انجام دهند. با وجود اینکه ملاقات محبوسان از پشت شیشه با واسطه تلفن صورت میگیرد، مسئولین از پیوندان زندانیان طلب دارند پیش از واخوری تستی کووید 19 سپارند و بعداً به آنها اجازت دیداربینی با پیوندانشان داده خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم محمد شریفی عبدالله. دیروز 18 نویبر نزدیکان محمد علی حیت معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با او واخوری انجام دادند. اویلای این محبوس سیاسی از سبب شیوع کرونا ویروس و قرنطینه سرتاسری دوام 8 ماه او را ندیده بودند. در ملاقاتی که نزدیکانش با او انجام دادند، وضع سلامتیش را معتدل گفتند. محمد علی حیت که پیشتر از شکنجه شدن از جانب نوریدین رحمانوف چندین مرتبه خبر داده بود، میگوید بعد از دخالت و طلبی سازمانهای بین المللی درباره قطع شکنجه و آزاد کردن او دیگر شکنجه نشده و مناسبت کارمندان زندان نسبتاً بهتر شده است. محمد علی حیید که به حکم ابد محکوم شده است و در زندان نظامش کریتی نگهداری می شود، در 6 ماه یک بار اجازه ملاقات با نزدیکانش را دارد. معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 16 سپتامبر سال 2015 از خانه استقامتیش بازداشت شده بود. بازداشت و زندانی شدن او را خود و نزدیکانش به فعالیت‌های سیاسی‌اش ربط می‌دهند. سال 2018 سازمان ملل متحد بعد از بررسی پرونده محمد علی حیید بازداشت او را سیاسی و غیر قانونی دانست و از حکومت تاجیکستان خواست فوراً محمد علی حیید را آزاد نموده توان ضرر مادی را به او پردازد، ولی حکومت جمهوری تاجیکستان درخواست سازمان ملل متحد را نادیده می‌گیرد. اینچنین اخیراً اتحادیه اروپا از جانب تاجیکستان خواست که قرارهای سازمان ملل متحد در امور زندانیان سیاسی را اجرا کند. نزدیکان سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وضع سلامتی و روانی او را معتدل ارزیابی کردند و افزودند که چند از شکنجه نشده است. بله، خانواده ما هم دیروز بعد از یک مدتی طولانی توانستند که به ملاقات پدرم راه یابند و از احوال ایشان خبر بگیرند. خدا را شکر که پدرم از مریضی شکایت نکرده است و حال ایشان خوب بوده است. تقریبا نیم ساعت توانستند که با خانواده ملاقات داشته باشند و این چیز برای ما خوب بود که ما در این مدتی که پاندمی سراسر جهان را فرا گرفته بود، ما از ایشان خبری نداشتیم و تماسی هم وجود نداشت با پدرم. خیلی شاد شدیم ما و خانواده که پدرم سلامتیشان خوب است و انشالله در آینده دعا میکنیم و امید داریم که ایشان هرچی زود از زندان آزاد میشوند و به جمع خانواده میپیوندند. همچنین پیوندان رحمت الله رجب روز 17 نویبر با او ملاقات انجام دادند. در صحبت با آزادتوی، دختری رحمت الله رجب نیلوفر رجب و گفت که مناسبت کارمندان زندان نسبت به پدرش تغییر یافته است و چند ماه اخیر شکنجه نشده است. پیوندان رحمت الله رجب میگویند که مناسبت کارمندان زندان بعد از عوض شدن رهبریت زندان رقم 1 خیلی خوب شده است. این زندانی سیاسی تنها از درد گرده هایش شکایت کرده است. یادآور میشم که رحمت الله رجب در زندان با ویروس کووید 19 گرفتار شده بود. سید عمر حسینی و رحمت الله رجب ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت شده. سید عمر به حکم ابد و رحمت الله به 28 سال زندان محکوم شده بودند. خودی آنها و نزدیکانشان این اتهامات را صرف سیاسی میدونند. از جمله اول سال 2020 سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان درخواست نموده بود که این زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط آزاد نموده توان ضرر مادی را به آنها پردازند، ولی این درخواست تا حال تطبیق نشده است.
ҳисомиддин Розиқов, писари узви раёсати олии ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон Зубайдуллои Розиқ низ дар суҳбат ба Аздотиви гуфт, хонаводаашон бо падараш мулоқот накарданд, вале телефони занг зада аз ҳолаш огоҳ шуданд. Ӯ мегӯяд, вазъи саломатии падараш хуб буда ва айни замон аз чизе шикоят надорад. Наздикони маҳбусони сиёсӣ мегӯянд, баъд аз вохӯрии ахир, ки чанд вақт буд аз вазъи саломатии зиндониён хабар надоштанд, ҳолати саломатӣ ва рӯҳии маҳбусонашон онҳоро умедвор кардааст, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи онҳоро бозбинӣ намуда озодашон мекунад. як сокини шаҳри Турсунзода дар суҳбат ба Аздотиви гуфт, ки мехоҳад ба раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон муроҷиат намуда, аз хунукназарии масъулони ин шаҳр дар иҷрои фармони президент ба ӯ шикоят кунад. Абдуллоҳ Баев, сокини шаҳри Турсунзода, ҷамоати деҳоти Қаратоғи деҳаи маданият, мегӯяд, бо вуҷуди он ки раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ба мактуби онҳо барои гирифтани замини назди ҳавлигӣ посухи мусбат додааст, мақомоти шаҳри Турсунзода то ҳол ба мушкилии онҳо расидагӣ накардаанд. ба гуфтаи ин сокини 32-солаи шаҳри Турсунзода, дар замини 6.5 сотиқа 6 нафар бародарон ҳамроҳи модари пир ва 4 келин зиндагӣ доранд. ба даъвои сокини шаҳри Турсунзода, замини онҳо аз 7 ҳуҷра иборат буда, 4 оила дар маҷмӯ 20 нафар зиндагӣ мекунанд. хонаводаи Баефҳо ду маротиба, як бор соли 2012 ва такроран соли 2014, барои гирифтани замини назди ҳавлигӣ ба идораи ҷамоати Қаратоғ ариза додааст, вале мақомот гуфтанд, ки дар хонаи шумо 5 нафар кор мекунад ва шумо оилаи камбизоат маҳсуб намешавед. аз ин хотир аз додани замини назди ҳавлигӣ ба оилаи Баефҳо худдорӣ карданд. Абдулло мегӯяд, нафароне ҳастанд, ки солҳои 2018 ариза доданд ва ҳоло соҳиби замин ҳастанд. дар деҳаи маданият, ки Абдулло онҷо сукунат мекунад, замин гарон буда, 10 метри мураббаи замини онҷо 3000 долари амрикоӣ нарх доштааст. онҳо соли 2015 маҷбур шуданд ба худи президент нома бинависанд ва соли 2016 дастгоҳи президент ба номаи оилаи Баефҳо посух гуфта, аз ҳукумати маҳаллии шаҳри Турсунзода талаб карда, ки шароити зиндагии оилаи Баефҳоро санҷанд, дар сурати воқеият доштани идеои шаҳрванд барои онҳо замин ҷудо карда шавад. аммо ҳангоми расидани нома ба идораи ҳукумати шаҳри Турсунзода, ба онҳо гуфтанд, ки ҳоло вақти замин тақсимкунӣ набудааст. пас аз сипарӣ шудани наздик ба 8 сол, ин оила то ҳол соҳиби замин нашудааст. то ин замон ҷамоат бо баҳонаҳои гуногун корро ба таъхир меандохтааст. ҳоло худи Абдуллоҳ дар Русия қарор дорад. барои фаҳмидани масъалаи тақсими замин ҳамсараш ба идораи ҷамоат меравад, аммо масъулон бо ӯ барои доштани рӯсарӣ суҳбат намекунанд. ба гуфтаи ин сокин, намояндагони ҷамоат баҳона пеш оварданд, ки аксари мардҳои ин оила дар муҳоҷирати меҳнатиянд ва ба ин хотир наметавонистанд онҳоро ҳамчун оилаи камбизоат номнавис кунанд. модари хонаода 60 сол дошта, 20 сол собиқаи корӣ дар заводи алюмини дорад ва ҳамагӣ 150 сомонӣ ҳаққи бознишастагӣ мегирад. Абдуллоҳ мегӯяд, худам кайҳо замин харида соҳиби хонаву дар мешудам. متاسفانه دخترم که 6 سال دارد از روزی تولد از بیماری قلب رنج میبرد و همه درآمدم صرف طبابت او میگردد. برای جراحی دخترش طبیبان بیمارستان استقلال نزدیک 50 تا 60 هزار سومانی طلب کردند. ریحانه را باید در 4 سالگیش جراحی میکردند، اما از سبب نداشتن مبلغ کافی جراحی او به تاخیر انداخته شده است. او میگوید در نوبت باید نامنویس کنند то ин ки пизишкони эронӣ онҳоро бепул ҷарроҳӣ кунанд, аммо дар ин рӯйхат танҳо оилаҳои камбизоат номнавис мешуданд. дар ҷамоати деҳа оилаи онҳоро камбизоат намедонанд. намояндагони ҷамоат дар соли 2016 пас аз мактуби дастгоҳи раиси ҷумҳур аз хонаи онҳо дидан карда гуфтанд, ки ҳатман замин ҷудо мекунанд. Абдуллоҳ мегӯяд, тӯли ин солҳо раисони ҷамоат ва шаҳр пай ҳам иваз мешаванд, аммо арзи онҳоро касе дида намебарояд. иттиҳоди аврупо ба кишварҳои осиёи марказӣ барои бартарафсозии зарарҳои иқтисодию иҷтимоии ноши аз коронавирус, тақвияти низоми тандурустӣ ва обёрӣ 134 миллион евро, ҳудуди 159 миллион доллар ҷудо кардааст.
در این باره روزی 18 نویبر سامانه اخباری آسیای مرکزی اطلاع می‌دهد. 17 نویبر سال روان زیر رهبری نماینده اتحادیه اروپا در امور خارجی ژوزف بارل 16 جلسه سالانه اتحادیه اروپا آسیای مرکزی به شکل نشست مجازی دایر گردید. در جلسه اشتراکداران آمادگی خود را برای همکاری در سمت تقویت استواری، شکوفایی، سبزگردانی و کارهای برقرارسازی پس از پاندمی کرونا ویروس بیان کردند. در این نشست ویدیویی که با تشبث اتحادیه اروپا دایر گردید، مسئله های ضرورت احترام به قانون و تطبیق عملی پرینسیپ های دموکراتی، حقوق انسان و غیره بررسی شده است. ماه یولی سال روان اتحادیه اروپا خبر داده بود که به کشورهای آسیای مرکزی کمک میکند. آن وقت گفته میشد که اتحادیه اروپا برای تامین طلبات کشورهای منطقه و جبران خسارات پاندمی کرونا ویروس 3 میلیون یورو جدا میکند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان رئیس سود ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوغد را به خاطر پس زدن شان و شرف از وظیفه آزاد نمود. طبق اطلاعی دفتر مطبوعاتی پرزیدنت، خالق‌زاده اکبر رضا بنابر صادر نمودن کرداری که شان و اعتبار سودیه را پس میزند، از وظیفه سودیه سود ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوغد آزاد کرده شود. ولی در این خبر گفته نشده است که خالق‌زاده را با کدام جرم یا گناه از وظیفه آزاد کردند. تنها همین گفته می شود که رئیس جمهور تاجیکستان خالق‌زاده اکبر رضا را بنابر پس زدن شان و اعتبار سودی از مقام برکنار کرده است. این باری اول نیست که امام‌علی رحمان سودیه ها را با چنین فرمان از وظیفه آزاد می کند. چند قبل با همین شکل تورسون‌زاده شرف، سودیه سودی ناحیه عینی و صابرزاده زیدالله فاضل سودیه سودی شهر حصار را از مقامشان برکنار کرده بود. به نظر آگاهانی امور، سیستم سودی تاجیکستان یکی از سیستم های فساد زده ترین عنوان می شود که با گرفتن پارت ده ها شهروند تاجیکستان را با جرم های ساخته و بافتن ناعدالتانه روانه زندان می کنند. کارشناسان ساحه علت اساسی فساد زده بودن بخش سهامی حاکمیت را به خرید و فروش شدن منصب های سودی ربط می دهند که یک سودیه به خاطر مبلغ صرف کرده اش به طور طبیعی دست به فساد می زند. از روی معلومات غیر رسمی که در خبرگزاری ها نشر می شود، نشستن به کرسی سودیه در تاجیکستان از 30 تا 40 هزار دلار آمریکایی نرخ داشته است. ولی مقامات تاجیکستان همیشه این حرف ها را رد می کنند. در جمهوری تاجیکستان بخشیده به سال نوی میلادی 2021 در تمام مناطق کشور تشکیل ارچه سال نوی، چورابینی های فرهنگی، نشست های جشنی، شب نشینی ها و دیگر چورابینی های عموی منع کرده شده است. بنابر اطلاع خبرگزاری حکومتی خاور، ستاد جمهوریوی اوید به پرزور نمودن چورهای ضد اپیدمیوی برای پیشگیری از انتقال و پهنشوی بیماری سیرویتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان وابسته به خروج موج دومی بیماری سیرویتی کرونا ویروس در جهان به توجه شهروندان میرساند که قاعده های گیگین شخصی و جمعیتی و مسئولیت و توصیه های طبیبان و متخصصان را قطعا رعایت کنند. همچنین در قرار ستاد جمهوریوی گفته شده است که سیر و گشت مردم در باغ‌های فرهنگی، کوچه و خیابان‌ها و دیگر جای‌های جمعیتی تنها با رعایت حتمی قاعده‌های گیگینی شخصی و جمعیتی، استفاده حتمی نقاب‌های محافظتی و رعایت قطعی فاصله اجتماعی در مسافه بین همدیگری از 1.5 تا 2 متر اجازه داده می شود. اینجا پایان برنامه خبری امروز است. خبر و گزارش های بیشتر را می توانید در سامانه ما از da.tv مطالعه کنید. اگر مطلب و پیشنهاد دارید با ما طریق پشت الکترونی، تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو بر خمیزر بفرستید. بیننده عزیز، تگمچه لایک را پخش کنید و حتما آبونه شوید. خیر تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.